الان آقای احمدی نژاد ستاره اول پارازیت بود به قضاوت دوستان اینجا و شما و اینا، ما همه اذعان داریم که ایشون ترکونده تو پارازیت و شخصیت اول فیلم با مرد اول میدان هست و ما تو این افکار و توهمات بودیم که رسیدیم به دکتر روازاده که رقابت شدیدی با آقای احمدی نژاد درباره حضور در پارازیت داره و این هفته هم از ایشون بی‌نصیب نیستیم. خانم ها آقایان، این شما و این هم دکتر روازاده در باب ما، یعنی دشمنان ایران. دشمن اینقدر قشنگ کار میکنه، فقط این نیست که بیاد آب خوردن شما رو خراب کنه، بیاد روغن شما رو خراب بکنه، اینجا رو هم خراب میکنه، کار فرهنگی میکنه رو ما، خوب کار میکنه. اون زمانی که ما بچه بودیم، الان کمتر اتل متل تو طوله میخونن مادرها، اون زمان ما بیشتر میخوندن. چرا؟ چون اون موقع فرهنگ اینجور بود، مردم با دام، گوسفند و گاو و اینا بیشتر سرکار داشتن، الان کمتر سر کار دارن و میدونستن که اگر یک نفر یه گاوی رو داشته باشه که شیر نمیده ولی نگه داشته داره بهش غذا میده، میگفتن این یه مشکلی داره. بله. گاوی که شیر نمیده باید یا بکشیش. بله. یا معدومش کنی، بالاخره باید بره. اون زمان اومدن این عطل مطل بطوله رو درست کردن، مادر بیچاره از همه جا بیخبر یک کار غلطه از نظر روانشناسی تخریب کننده مغز ولی میگن اکل متل تو طوله که هیچ معلوم نیست معنیش چیه، بعد گاو حسن چجوره. الان هرچی اسم و اسامیشو ما میشنویم غربی ها به زبان میارن، مثلا نامه میرن به رادیو آمریکا و که مثلا ایران این است و اون است، یا بابکه یا نمیدونم کوروشه یا داریوش اسمیده، ولی اینجا که میخوای بگی اتل متل تو طوله میگه گاوه امام حسن چشیده، اینجا دیگه حسن مطرح میشه. چرا؟ چون میخوای بگی که نه شیر داره نه پستون، میخوای بگی این حسن فکرش درست نیست. بعد تازه بدتر از اینه، تو خیالات خودش این حسن شیرشو بردن هندستون، گاوی که نه شیر داره نه پستون شیرشو بردن هندستون. کی داره این کارو میکنه؟ حسن داره این کارو میکنه. بعد میره هندستون، اینا از زمان شناسه یه شکاف داشتیم کنید چرا کار قوی دشمن کرده تو این کشور. بعد میبرن هندستون، تو هندستون یا هندوستان یک زن کردی بستون، حالا چه رفتی به کردستان داره؟ بعد کردستان اسمشو بذار انقضی، آذربایجان شرقی. اومد دور کلاش قرمزی، از آنواجون دور کلاش قرمزی نیست که، این رفت میاد به ترکمن صحرا. ببینید چقدر قشنگ کار میکنن. برنامه امشب در مورد حقوق گاوا بود در ایران فقط. خب مهمون